زمانی که پرونده رو پیگیری میکردین، وضعیت روحی و جسمی موکلتون به چه صورت بود؟ بله، ببینید محمد، خب قبل از تقریبا یک چند ماهی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، خب داروهای اعصاب روان بسیار سنگینی رو مصرف میکردن که خب چند ماه قبل بود که داروهاشو کامل ول کرده بود، دارو نمیخورد، توی زمان افسردگی بسیار شدیدی بود که خب حالا کسایی که متخصص هستن در زمینه تشخیص بیماری دو قطبی کاملا متوجه میشن که چه حالتهایی برای محمد وجود داشت، که بعد از اینکه به زندان میره دو تا نامه ما در پرونده در دادسرا ملاحظه کردیم که در واقع روانپزشک بهداری تهران بزرگ طی این دو نامه در تاریخ‌های مختلف، حالا مثلا به فاصله یک ماه، از دادسرا خواستن، از شعبه اول دادسرای ربات کریم خواستن که به وضعیت روانی محمد باید سریعتر رسیدگی بشه، ایشون نمیتونن در زندان بمونن، وضع روحی خیلی بدی دارن و برای درمان باید به خارج از زندان برن، که خب متاسفانه با اینکه ما بسیار تاکید کردیم، حتی خانواده محمد تقریبا بهتون بگم شاید دو سه روز یک بار میرفتم پیش دادستان، میرفتم پیش بازپرس و این مسئله رو عنوان میکردن که محمد باید دارو مصرف بکنه، امکان داره که به خودش آسیبی وارد بکنه، ولی متاسفانه پیگیری های ما بی‌ثمر بود تا اینکه بعد از اینکه پرونده به دادگاه کیفری، این پرونده تفکیک میشه و از دادسرا خارج میشه، بعد هم متوجه شدیم که برای محمد دارو درمانی رو تجویز کردن توسط روانپزشک بهداری و از اون موقع که داروهاش رو دوباره منظم کرد، محمد وضعیت روحی بهتری قرار گرفت، ولی از زمان بازداشت تا بررسی، یعنی در واقع دارو درمانی، وضعیت روحی و جسمی بسیار بسیار بدی بود که حتی پزشکی قانونی هم اینو تایید کرده بود. در خصوص وضعیت جسمانی محمد، ما چیزی که در پرونده دیدیم، یعنی خب ما دو بار بیشتر ملاقات نداشتیم با محمد، که خب هر سری که ما میرفتیم بسیار ناامید بود و خیلی حالت افسردگی بدی داشت و میگفت اصلا نمیتونم تحمل کنم اینجا رو، خب ما حالا صحبت میکردیم، دلداری میدادیم خانواده و اینکه، ولی از نظر سلامت جسمانی خب ما معاینه فیزیکی شخصا از محمد نداشتیم، ولی اون چیزی که در پرونده وجود بود، در گزارش پزشکی قانونی، در روزی که محمد رو پزشکی قانونی بردن گزارش شده که آثار کبودی های گسترده در بدن محمد دیده میشه، که گزارش شده به نظر میرسه برای یک هفته قبل، یعنی از زمان دستگیری تا زمان پزشکی قانونی، تقریبا تا زمانی که محمد ارجاع بشه به پزشکی قانونی، اگر که اشتباه نکنم، حالا باز باید مستنداتو ببینم، فکر میکنم یک 20 روزی طول کشیده که پزشکی قانونی گفته این آثار جراحت و کبودی متعلق به 5 تا 6 روز قبله، که در حال مثلا حالا از بین رفتن و کم رنگ شدنه، و جراحت حارسه هم دیده شده در بازوی سمت راست و چپ، و اون چیزی بوده که ما از وضعیت جسمانی محمد داشتیم و حالا اطلاعاتی که خودش به ما از زندان میداده که وضعیت جسمیش به چه نحوی هست. ما امشب دو تا اعدامی داریم، ولی محمد جزء اعدامیان نیست. دو تا داعشی قراره اعدام بشن بدون اینکه خانواده در جریان باشن، بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشه، در مخفیانه ترین حالت ممکن. در سوم بهمن ماه قصاص با چوبه دار براش اجرا شد. هر بار که ما پیگیری میکردیم، مسئولان مربوطه که واقعا الان جای گله و شکایت داره اگر که صدای منو میشنوند، اینکه هر بار به ما به دروغ گفتن که اعمال ماده 477 به نفع شماست و ما تصور میکردیم که ریاست محترم قوه قضاییه رأی قصاص رو خلاف شرع بیان تشخیص داده و موافق با محمد درخواست رسیدگی مجدد رو از دیوان خواسته. اون بلواری که اون اتفاق افتاده، ما مشاهده کردیم که سراسر دوربین های مدار بسته هست، خواستیم که فیلم دوربین های مدار بسته رو در اختیار ما قرار بدن، که گفتن که اون منطقه فاقد دوربین هست. مردم در اون منطقه شهادت دادن به
قتل مرحوم کرمپور که در پرونده ما گزارشی از شهادت مردم ندیدیم. شاهدی که در پرونده بود فقط همون ماموران نیروی انتظامی بودن که خودشون هم از صدمه دیدگان بودن. مستندات پرونده رو دادیم، گفتیم که این باید متوقف بشه و اینکه ساعت 5:30 بود اومدن، 5:45 بود تقریبا اگه اشتباه کنم، 1:15 بعدش اومدن و گفتن که حکم اجرا شده و به بهشت سپرده. ببینید اون چه که اتفاق افتاد قصاص ناعادلانه محمد قبادلو به تنهایی نبود، ذبح قانون و شریعت بود، بی اعتبار کردن دستگاه قضایی بود و نظرت میخوام که نمیتونم ادامه بدم و باز ما ماندیم و شهر بی تپش. باز میبینم صدایم کوتاه است.